سرخط خبرها، تظاهرات هواداران فلسطین در آلمان، افغانهای طرفدار طالبان پرچم این گروه را حمل کردند. مقام ایرانی تایید کرد که در یک ماه بیش از 40,000 مهاجر را بازداشت کرده است. سخنگوی طالبان تایید کرد که امیرخان متقی به استانبول سفر کرده است. خبری که با شنیدنش از خوشی گریبان می دارید. مشروع خبرها، صدها تن از هواداران فلسطین در شهر هامبورگ آلمان در اعتراض به حملات اسرائیل به غزه تظاهرات کردند. در میان اعتراض کنندگان شمار از افغانهای آمی طالبان در حال که پرچم سفید این گروه را حمل می کردند نیز حضور داشتند. به دلیل ممنوعیت حمل پرچم فلسطین در آلمان، معترضان تنها تصاویری از کشته شدگان غیر نظامی در غزه را حمل کردند. خبرنگار گزارش داد که این اعتراض با تدبیر شدید امنیتی برگزار شده و نیروهای پلیس به صورت گسترده حضور دارند. دولت فدرال آلمان گروه شبه نظامی حماس را یک گروه تروریستی شناخته و حمل پرچم و هر گونه نماد از این گروه فلسطینی در آلمان ممنوع است. با این حال در روزهای اخیر هواداران فلسطین با حمل پرچم آن در شمار از شهرهای آلمان علیه حملات اسرائیل به غزه تظاهرات کردند. مقام ایرانی تایید کرد که در یک ماه بیش از 40,000 مهاجر را بازداشت کرده است. فرمانده مزبانی سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد که در یک ماه 40,509 مهاجر بدون مدرک رسمی اقامت در مرزهای ایران با پاکستان و افغانستان بازداشت شدند. در ماه‌های گذشته بازداشت و اخراج مهاجران افغان در ایران و پاکستان صورت گرفته است. رسانه‌های ایران به نقل از سردار رضا شجاعی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان نوشتند که این افراد در حین ورود به ایران شناسایی و بازداشت شدند. چند پیش نیز فرمانده مرزبانی ایران گفت که از آغاز سال جاری بیش از 738,000 نفر از اتباع خارجی غیرقانونی از ایران اخراج شدند. سخنگوی طالبان تایید کرد که امیرخان متقی به استانبول سفر کرده است. سخنگوی طالبان روز شنبه خبر سفر امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه به ترکیه را تایید کرد. خبرنامه طالبان درباره سفر آقای متقی ساعت پس از آن منتشر شد که منابع به نقل از خود گزارش دادند که او را از 10 روز به این زود در ترکیه به سر می‌برد. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در خبرنامه از دیدار آقای متقی با فریدون سنیغلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان خبر داده است. تاجدین سروش خبرنگار رسانه افغانستان انترنشنال در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد روسیه به تاریخ 23 نوامبر میزبان مخالفان طالبان از سران جبهه مقاومت قرار است در این نشست در مورد امنیت منطقه صحبت کنند. در دعوتنامه که به مهمانان فرستاده شده گفته شده در این نشست نماینده وزارت خارجه روسیه معاون پارلمان شرکت خواهند کرد. شمار چهره های شورای رهبری مقاومت نیز دعوت شده است. احمد مسعود، حضرت علی، امرالله صالح، فضل احمد معنوی، محمود صیقل، محمود ایزدیار، احمد ولی مسعود، بهادین جیلانی و خلیل اندرابی. جنگ روسیه و اوکراین، دور تازه مذاکرات صلح در مالت آغاز شد. زلنسکی امیدوار است که این نشست دو روزه با حمایت از طرح دمادهی او برای پایان دادن به جنگ تمام شود. سیمین دور مذاکرات صلح برای پایان بخشیدن به جنگ روسیه و اوکراین با حضور نمایندگان بیش از 50 کشور جهان در مالت آغاز شد. این مذاکرات در حال برگزار می شود که از حمایت اوکراین برخوردار است، اما مسکو که آن را به عنوان یک رویداد آشکارای ضد روسی محکوم کرده است در آن حضور ندارد. با گزارش خبرگزاری فرانسه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امیدوار است این نشست دو روزه که پشت درهای بسته برگزار می شود با حمایت از طرح دمادهی او برای پایان دادن به تهاجم روسیه در فوریه 2022 همراه شود. این نشست پس از اجلاس مشابه در جده و کپنهاگ در تابستان امسال انجام می شود. مشاوران امنیت ملی و سیاستمداران بیش از 50 کشور همراه با نهادهای بین‌المللی در مالت حاضر می شوند و این تعداد بیش از 40 کشور است که در نشست سران عربستان سعودی در ماه گذشته حضور داشتند. کیه فهرست روبرشت شرکت کنندگان را نشانه از حمایت جانی از این فرایند می داند. اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین نفته گفت این نشست پیام قدرتمند برای حفظ وحدت در اطرافیان و حامیان اوکراین است.
دستوری دیگر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه مذاکرات مال را یک رویداد آشکارای ضد روسیه خوانده و گفته است که آنها هیچ ارتباط با جستجوی یک راه حل مسالمت‌آمیز نداشتند. او روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت بدیهی است که چنین گردهمایی‌های مطلقاً هیچ چشم‌اندازی ندارد، بلکه ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. وزرای خارجه بریتانیا و پاکستان در مورد اسکان مجدد مهاجران افغان گفتگو کردند. بریتانیا روند انتقال مهاجران افغان واجد شرایط را از پاکستان به این کشور از سر گرفت. جیمز کلوری وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان خواستار همکاری در زمینه اسکان مجدد مهاجران افغان ساکن پاکستان شد. در اطلاعیه که از طرف وزارت خارجه پاکستان منتشر شد آمده است که جلیل عباس جیلانی به وزیر خارجه بریتانیا اطمینان داد که در زمینه اسکان مجدد افغان‌های ساکن پاکستان به بریتانیا کمک می‌کند. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا از حمایت و همکاری در تحصیل اسکان مجدد افغان‌ها قدردانی کرد و گفت همکاری میان دولت‌های بریتانیا و پاکستان در زمینه‌های مختلف نیازمند توسعه است. بریتانیا روند اسکان مجدد افغان‌هایی را که در جریان حاکمیت دولت جمهوری با نهادهای نظامی و غیر نظامی بریتانیایی کار کردند و در پاکستان منتظر دریافت رویداد روادت بریتانیا هستند از سر گرفت. روند انتقال این مهاجران از روز پنجشنبه آغاز شده، اما مشخص نیست که چه تعداد از افراد قرار است به بریتانیا منتقل شوند. دادگاه عالی پاکستان قرار وثیقه برای آزادی عمران خان را رد کرد. دادگاه عالی پاکستان در پرونده افشای اسرار دولتی درخواست عمران خان برای قرار وثیقه را رد کرد و او همچنان در زندان باقی میماند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دادگاه پاکستان وثیقه ای را که برای آزادی عمران خان ارائه شده بود رد کرد. این وثیقه در مورد پرونده ای بود که در آن عمران خان به افشای اسرار دولتی متهم شده و محکوم به زندان است. اتهام افشای اسرار دولتی مربوط به یک سلسله گفت‌وشنودهایی است که سفیر پاکستان در ایالات متحده آمریکا به اسلام آباد ارسال کرد و عمران خان متهم به افشای آن است. هرچند او این اتهام را رد می‌کند و مدعی است که این اسناد قبل به دست رسانه‌ها رسیده بود. نعیم پنجوته وکیل عمران خان روز جمعه در پیام در شبکه اکس نوشت که دادگاه عالی اسلام آباد درخواست عمران خان برای وثیقه را رد کرده است. او در ادامه نوشت ما آن را به چالش خواهیم کشید. وثیقه رای عمران خان در حال در دادگاه عالی پاکستان رد شده است که رقیب سرسخت او نواز شریف پس از 4 سال تبعید به اسلام آباد بازگشت و در حالی که محکوم به حداقل 7 سال زندان بود، دادگاه بر اساس وثیقه اجازه گشت و گذار آزادانه در کشور را به او داده است. عمران خان در سال 2022 و پس از رأی عدم اعتماد در پارلمان از سمت خود برکنار شد. عمران خان گفت که در آن زمان به دلیل اختلاف با فرماندهان ارتش بر سر انتصاب‌های عالی امنیتی ارتش در تلاش بود او را کنار بزند. ارتش پاکستان از زمان استقلال این کشور در سال 1947 به طور مستقیم بر سیاست پاکستان تاثیرگذار بوده و تصمیم گیرنده است. اکنون نیز این ارتش قدرتمند تمام قد در برابر عمران خان ایستاده است، اما طرح ریزی برای برکناری عمران خان از سمت نخست وزیری و محاکمه‌اش را رد می‌کند.